هم اومده بالا منم لینک رو تو لایو چت گذاشتم برای کسای دیگه که میخوان بیان بالا نیلوفر مر... نیلو اصلا اولش گفتش که آرمین من با شما دعوا ندارم کم مخالفم فقط خب نیلوفر بگو دعوا بشم گفتم اشکال نداره سلام سلام خوبی سلام. سلام. یه ذره صدا برگشت برگشت آها الان خوبه؟ من زیاد دعوا ندارم ولی یه مقدار مخالفم با هات شروع کنم از کجا مخالفم بگو من فقط وقتی تو حرفت میپرم اگه صدا قدش را تو حرفت میپرم که بگم که دوباره بگی اوکی او باشه باشه بحث درست پیش در مورد حالا ببخشید بحث دو پیش در مورد توهین حالا به مقدسات بود بعد خب شما میگفتین که ما تلاشمون هدف ما از توهین تلاش برای آزادی بیان نه تبلیغ برای بیدینی که خب من با این واقعا موافقم ولی این دفاعی که شما از مسلمونا بابت اینکه خودشون ترویج کننده دینشون نیستن فکر میکنم این اشتباه باشه یعنی <applause> فکر میکنم یه مسلمون در واقع داره مهر, تایید میزنه روی تک تک اون احکامی که دینش گفته و, و با سکوتش و با اینکه خب من بنده خدا هستم و هر چی که معبود یعنی خالقم گفته همون درسته فکر میکنم این یه مهر تایید باشه میخوایی شما شروع کنید من فعلا تا اینجا <تص> نیل فرمان الان بعد الان اختلاف نظر دارم نراد چیز نشه می نمیز به نظر من سر دار استرس داری خب این دوستان نراد اره اره. خب خب من اول بگم که چیزه من فکر کنم خوب گوش نکردی تو خب چون من نگفتم که دفاعی که من کردم از مسلمان ها این نبود که اینا هیچ کار اشتباهی انجام ندادن و هیچ مسئولیتی رو ندارن و هیچ نقشی تو رواج این عقاید خطرناک نداره خب من اینو خب نگفتم من گفتم نه من خب باید. من گذاشتم تو صحبت کنی هم من بش... صحبت من گفتم اینا نقش دارن ولی نقششون بسیار کمتر از به من میگم مسلمونی که خودش مثلا عقایدش از عقاید اسلام بهتره بهونه داره که چرا عقایدش که از عقاید اسلام بهتره همون اسلامه خب ولی بازم از اسلام میاد دفاع میکنه منطقش غلطه یعنی برداشتش از اسلام اشتباهه ولی به طور عمدی مثلا نمیخواد نمیاد یه اسلامی رو که انقدر مثلا ذره داره برای جامعه خودش فکر نمیکنه که مثلا اون اسلام اونجوریه و مثلا غیر عمدی مثلا داره یه چیز خیلی مزری رو مثلا تبلیغ میکنه که این هزینه داره من نمیگم این هزینه نداره و نمیگم این مسلمان مقصر نیست خب من میگم مقداری که این شخص مقصره زمین تا آسمون با کسی که اصلا, خودش اصلاً قبول داره که باید ضد زن بود یا قبول داریم که مثلا قبول داره که مثلا مرتد باید اعدام بشه یا قبول داره که مثلا کسی که مثلا هم گراست مثلا محل... یه چیزایی مثلا رکی که من نمیگم خب این کسی که خودش اینا رو قبول داره و ام، یا اینکه کسی که یه سری کارایی میکنه که مثلا خودش زشته خب من میگم این مثلا جفتشون بله یک مقدار مسئولیت ما برای بر هر کدوم از اینا قائل بشیم ولی به یک اندازه نیست زمین تا آسمون فرق داره من همه میان میگن چرا داری آرمین چرا میگی اینا هیچ نقشی ندارن من تو همون موقع بحث اون روزم اگه گوش کردی من خودم گفتم بله هر کسی تا یه حدی بالاخره یه نقشی داره و مسئولیتش باید بپذیرن ولی ما نمیتونیم بیام اینا بگیم اینا هیچ با هم فرقی ندارن اینا همشون یکی هست. فرق خب من... خیلی فرق داره بگو, بگو بگو آره صد درصد فرق دارم من نمیخوام نقشی که حالا مسلمونا دارن مسئول... یعنی یه مسئولیت بدم به کسایی که مسلمون هستن و کسایی که متولی دین هستن صد درصد اینا مسئولیتشون توی نقشهی که دارن فرق داره ولی با سکوتشون با بیتفاوت بودنشون اینا همش مهر تایید ببین نگاه کن شما داشتین در مورد حکم سنگسار میگفتید که خب با مخالفت اکثریت جامعه این حکم رو برداشتن خب همین یه سری احکام واقعا غیر یعنی ضد بشر رو خب خیلی راحت با تفکر دیگه کسی که یه سنی ازش گذشته و میتونه از قوه فکرش استفاده کنه مطمئنا میتونه به نتیجه برسه که اینا همه ضد بشر ضد حیوان ضد طبیعت واقعا فکر مطمئنا میتونه درست میتونه درست و غلط رو تشخیص بده و خب چرا باید بی‌تفاوت باشه چرا باید بگه که خالق من درست گفته و خب من مشکلی ندارم ببینید یه چیزی که هست حالا توی هر دینی از اونجایی که یعنی حتی اگر مخالف باشه اون بنده بر اساس اون صحبت متولی دین تو سریع کاملا تمام اون منطقه های خودش رو میذاره که و قبول میکنه که خب اوکی من یه قدرت برتر همچین چیزی رو گفته من من حرفی ندارم و من حتما نمیفهمم و اینا همش آزمون الهیه و خب خوب و بهتر بدتر رو مثلا یه نفر دیگه است که تشخیص میده و این, این نقش اینا رو کمرنگ نمیکنه نقش مسلمونایی که این سکوت میکنن حالا چه در برابر اعدام چه در برابر ام, ام, چی میگن این خشونتایی که علیه زن میشه حالا ام, که تو بستر فرهنگی هر جامعه هست تو هر دینی و همین که از لحاظ قانونی یه سری قانونا گذاشتن یعنی از آره یه سری قانونا گذاشتن که علیه دین علیه زن هست علیه انسانیت هست خب ببین یه،, یه چیزی که هست شما وقتی میخواین از مسلمان دفاع کنید دارمین اول خودتون رو مثال میزنید خودتون که حالا مسلمان بودید و خب فکر میکنم بزرگترین دغدغه شما اول انسان گرایی بود و بعد اینکه حالا به چه دینی هستید حالا توی اون مصاحبه که من داشتم از شما اول یعنی گوش می کردم در مورد اینکه چی شد که حالا درگیریتون با اسلام سری چی بود این این نگرانی شما از آتش جهنم و اینکه عزیزانتون توی اون عذاب جاویدان و این چیزا نباشن یا حتی مثلا برای یه مدت خیلی کوتاه نباشن این این فیلم کام نشون از انسانگرایی شماست که خب فکر نمی کنم یه اکثریت اکثریت بنده های الله بیشتر یعنی به این انسانگرایی تمایل داشته باشن فکر کنم به این که بنده باشن تمایلشون بیشتره و خب این فرق شماست که وقتی شما دارید دفاع میکنید از مسلمان ها شما دارید خودتونو یعنی یه تجربه کنید شخصی رو میارید بست میدید به همه من اتفاقا به این م... کسایی که میگن همه مسلمان اینجوریان یا یعنی اونجوریان خب من کافیه یک مثال پیدا بکنم که این جمله همشون رو بتونم از بین ببرم خب ببین اگه بگن اکثر مسلمونها ها فلان بهمان من اون وقت باید برم دنبال آمار بگردم که نشون بدم مثلا حرفشون غلطه یا درسته خب ولی اگه یه نفر بیاد به من بگه نه همه مسلمون ها ایکس یا وای یا زدن من کافیه چون از کلمه چون انقدر م... کلی صحبت کردن من فقط کافیه یک مثال بتونم پیدا بکنم که بتونم حرفشون رو رد بکنم برای همین اون موقع تو اون شرایط تجربه شخصی کافیه چون من فقط یک مثال احتیاج دارم نه ببین آمین شما الان تجربه شخصی رو اصلا قبول نداشتید من تو این مدتی که حالا صحبت شما با بقیه دوستانو رو گوش میکردم اصلا تجربه شخصی رو قبول نداشتید یعنی اگر تجربه مثلا من نه 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 توی این فقط موضوع کلا شما هیچ تجربه شخصی رو قبول ندارید حالا نه. بستگی داره بش... ببین تو اگه به من نیل فر... نیلفرت از من اگه بپرسی آرمین اون رستوران رفتی غذاش خوب بود خب من نمیتونم به تو بگم من رفتم غذاش خوب بود این تجربه شخصی من خب تو از تجربه شخصی خب من آم... پرس ببین بس... نه ببین بستگی به شرایط داره خب بذار منم ببین تو اگه در بر... میخوای مثلا ببینی که اکثر مسلمان ها عقایدشون چیه خب من اگه از تجربه شخصی استفاده کنم در صورتی که آمار داریم این تجربه شخصی من خیلی نسبت به آمار ضعیفه خب ولی داریم اگه یه نفر بخواد بیاد بگه اکثر مسلمان ها مثلا به چیف در نظرشون چیه ولی اگه یه نفر بیاد یک حرف کلی بزنه خب یک حرف کلی بزنه بگه همه مسلمان ها یا همه مسیحی ها یا همه آتیست یا همه یهودی ها فلان هستن خب من حتی تجربه شخصی خود هم ناشه. تجربه شخصی هر کسی باشه هر یک دونه مثال بتونم پیدا بکنم که ضد حرف اینا باشه اون کافیه برای اینکه او در اون شرایط تجربه شخصی کافیه میدونید در این ش... در... در برای رد یک همچین ادعایی تجربه شخصی کافیه شما من یک مثال بیشتر لازم ندارم آمار دیگه تو شرایط لازم ندارم خب، تجربه دارم. وقتی کلی من کاملا با مال شما متفاوته من تجربه شخصی در مورد مسلمان ها خیلی متفاوت از شماست خب اینو چه خب, نسبت, شما؟ به خب،, خب نسبت به چه خب, خب ببینید نسبت دقت نمی‌کنید بله دقت نمی‌کنید ببین من اگه مثلا ادعا بهت بکنم خب که همه مسلمان ها صلحجو جو هستن و, و نه من میخوام بگم تجربه شخصی رو بذاریم کنار ولی خب شما خودتون اینو هی استفاده میکنین تجربه شخصی رو دقت کن ببین دقت کن که بهت بگم که برای اگه تو هم میتونی از تجربه شخصی استفاده کنی در چه شرایطی و در چه شرایطی نمیتونی خب من اگه به نیلوفر بیام بگم هیچ مسلمونی خوشونتگرا نیست هیچ یعنی به طور کلی بیام بگم خب تو اگه یک تجربه شخصی داشته باشه که یک مسلمان خوشنالگرا باشه تو این تجربه شخصی رو میتونی استفاده بکنی چون من انقدر کلی صحبت کردم که تو تجربه شخصی تو کافی هست برای اینکه بیای ادعای منو رد بکنی خب ولی اگه من بیام به تو بگم اکثر مسلمون ها نیستن دیگه تجربه شخصی تو برای رد کردن ادعای من کافی نیست اون موقع دیگه باید بری دنبال آمار بگردی خب ما حالا ما حالا... که من از برای که از, از همه یا از هیچ رفتم به یک کلمه هایی گفتم نه اکثر یا اقلیت دیگه خب عوضش کردم اکثر اکثر که شما میگید خوشونتگرا نیستن اکثر این مسلمان من نگفتم اینو محب... مثال ببخشید این مثال بود من اینو ادعا نکردم مثال زدم گفتم اگر من یه همچین ادعای بکنم خب ببقید. ولی چه گفت آورده دو روز پیش شما ادعاتون این بود که خب حالا من نمیخوام بگم یه مسلمون عادی میتونه در حد یه داعشی باشه ولی با سکوتش با با رفع مسئولیت کردن از خودش و اینکه خب خدا بهتر میدونه خب واقعا فرقی نداره با همون اجرای اون احکامی که شاید فرقی نداره خدا گفته فکر نمی کنم فرقی داشته باشه شما نگاه کنید شما یه مثال زدید در مورد خودتون اگر شخص یه مسلمون ب... بدونه که من الان آرمین نوابی و من میشناسه و خب حالا بدونه که اسلام برای من تعیین کرده که منو میخواد حالا دور از جون دور از جون و... اعدام محکوم کردن خیلی ها میان نگاه میکنن درسته شما رو میشناسن ولی با سکوتشون و با نگاه کردنشون موافقت میکنن با اون اتفاق شاید برگردن بگن که نه من به شخص این کار این عمل رو نمیپسندم ولی خب توی جامعه ما این چیزها رو زیاد داشتیم که مردم هم دیدن هم سکوت کردن مشکلی نداشتن خب من ببینید شما فرق ببین من که نمیگم که اینا هیچ مقصر نیستن خب؟ من خب چندین تضیح... بار توضیح گفتین مسلمونی که منو بشناسه بذار من حرفم رو تموم بکنم خب؟ من میگم من, ن... من, نمیگم که این که مسلمون هایی که مثلا سکوت میکنن یا اینکه دارن مهر تایید میزنن روی اسلامی که حتی یا که ممکن خودشون بدونن یا ندونن یا برداشت حتی اگه برداشتشون هم یه برداشت غیر خوشونتگرایی باشه به طور غیر عمدی دارن مهر تایید میزنن روی قرآنی که خوشنودگرا هست حالا چه خودشون بدون قبول کنن چه نکنن خب من اینو قبول دارم که اینا مقصرن چون میتونستن برن تحقیق کنن میتونستن برن منطقشون رو قوی تر بکنن میتونستن برن استدلالای کسایی که باشن اختلاف نظر دارن رو گوش بکنن من نمیگم اینا مقصر نیستن من قبول دارم که اینا باید یه مسئولیتی رو برای اینا قائل بشی من همش دارم میگم قبول دارم من با این مشکل دارم که شما دارین میگین این هیچ فرقی با اون کسایی با داعش ندارن شما از این ادعای اولی شما بعدم یه جوری صحبت میکنین انگار من وقتی دارم میگم فرق دارن به شدت کمتر مقصر هستن وقتی من اینو میگم شما جوابتون اینه که نه اینا مقصرن انگار من من گفتم مقصر نیستن بله بالاخره اینا تعداد مسلمان هایی که حتی غیر عمدی هم دارن اسلام رو تایید میکنن باعث این شده که این دین جهانی بشه و این دین جهانی شدنش پوششی داره میده برای کسایی که دارن از اسلام استفاده میکنن که خوشونتی رو که میخوان انجام بدن یا هزینه که برای دنیا بخواد و هزینه که برای دنیا داره به همین پوششیه که این دو میلیارد نفر دارن میدن بهشه که قابلیت اینو بهش میده حالا چه عمدی باشه چه عمدی نباشه ولی اینکه عمدی نیست و اینکه خودشون کارا رو نمیکنن و خودشون عقایدشون از اسلام برتره فرق داره نمیتونین میگی فرق نداره من فقط دارم میگم فرق داره من میگم بله مقصر هستن ولی خیلی فرق داره خب این اداه... بگو بگو ببین الان احساس کردم شما منو س... صفر و یک میبینید یعنی فکر میکنه که من همیشه دارم سیاه و سفید نگاه میکنم من بلی. من من با جمله های شما مشکل داشتم شما هم از تجربه شخصی استفاده کردید توی گفتاورد دو روز پیش و همین که تقریبا میشه گفت همه مسلمونا رو نسبت به خشونتی که حالا خود اسلام ترویج میکنه یه جورایی محسون دونستین و خب خواستم در مورد اینا مخالفتم رو بگم و اینکه حالا اگر نمیخوام شما... توضیح بدم بله نیلو فرق شما, شما داریم بیمه می... مگی... توهین بله بفرم شما به من میگی من میکنم سیا... س... فکر کنم شما سیاه سفید فکر میکنیم بینیم من چرا اسمم انگلیسی اسمم من فارسیوش. شما میگی من فکر کنم شما داریم سیاه سفید فکر میکنیم در صورتی که خودتون الان دو, نه. این... دو دقیقه پیش داشته نگفتی نبا هم فرقی نداره. شما دارید اینجوری به من نگاه میکنید که من دارم همین من... سفید بینم بله. هم مسلمان ها رو بد بینم نه من اینجوری نیست من من نسبت خودت به خودت الان گفتی میبین. فرقی ندارن خودتون گفتین یکیه اینا الان گفتی خودت من گفتم یه دو دقیقه پیش گفتم یه تفکر استفاده نمیکنن وقتی با سکوتشون دارن مهر تایید میزنن خب نمیتونم فرقی قائل بشم براشون خب بعد به من میگی تو اول به من میگی من، تو... تو میگی اول سیاسه فیت فکر نمیکنی تو میگی فرق... فرقی نمیتونی بینشون قائل بشی بعد به من میگی من دارم فکر میکنم تو سیار... تو داری سیاسه فیت فکر میکنی خب داری سیاسه فیت فکر میکنی که من فکر میکنم داری به من دارم <تصفح> گ... بق... <تصفح> <تصفح> این پرانتز باز میکنم میگم وقتی وقتی <تصفح> از قوه تفکرشون <تصفح> استفاده نمیکنن وقتی سکوت میکنن وقتی بی تفاوت <تصفح> <تصفح> میشن <تص خب فرقی ندارم تو فرقی بین کسی بارم. که به خاطر تو فرق ب... فرقی, فرقی... قائل نمیشی بین کسی که به خاطر منطق بد یا به خاطر عدم تحقیق به یک نتیجه اشتباه رسیده و بدونی که بدونه داره از یک چیز بسیار مزری طرفداری میکنه فرقی بین این شخص با کسی که از عمد و با آگاهی کامل داره از یک چیز مزر طرفداری میکنه فرقی بین این دوتا قائل نمیشی خب من من فکر میکنم اینجا نباید ما قوه تفکر رو بذاریم کنار من خیلی بهش ایمان دارم حالا اون آدم ها ها که تو روز دارن زندگی،, زندگی میکنن از همه چی بهره میبرن فکر میکنم باید از تفکرشون استفاده کنن آخه این چیز خشونت خشونته چه علیه انسان چه علیه حیوان هی اینا چیزایی نیستن که خب ما لذت ببریم اگر کسی لذت میبره خب مطمئنا مشکل روانی داره دلیل نداره بگیم دنبال منطق اشتباه یا درست باشن خشونت خشونته اینو بر من توضیح بده اگر اشتباه فکر میکنم ممنون میشم مگه من گفتم اشکالی نداره که اینا منطقشون غلطه من گفتم که ف... من میگم که اتهامی که بهشون میزنیم کمتره نمیگم که این مشکلی نداره من فکر میکنم کسایی که ایستادن بزر... توی یه, یه, میدون و دارن یه اعدام و نگاه میکنه اینا همشون به یه اندازه گناهکار هستن حالا شاید یکی از اون افراد وقتی داره برمیگرده میره یه پدر باشه شاید برادر باشه شاید مادر باشه اتفاقا خیلی هم شخصیت خوب و مهربونی داشته باشه ولی به نظر من گناهشون با همون کسی که اون صندلی از زیر پای اون آدم کشیده فکر میکنم یکی باشه من شاید با پس نگو من فکر میکنم تو داری فکر میکنی <applause> <applause> خوب نه تو فکر میکنی خب ببین من یه مثال برات میزنم ببین تا جواب چیه خب بریم تو همون آلمان نازی زمان جنگ جهانی دوم بعد از اینکه نازی‌ها شکست خوردن خب کشورهای که پیروز شدن آمریکا و فرانسه و انگلستان و اینا و بقیه کشورهای هایی رو تشکیل دادن که اینا رو کیسای که مجرم بودن رو بیان دادگاهی کنن و خیلی هاشون رو اعدام کردن خیلی هاشون هم حد سبر کردن شما این دادگاه های نورنبرگ رو قبول دارین که این دادگاه ها به جا بود که اینا رو باید میوردن دادگاهی میکردن بخاطر جرمشون بله بله خب اه... بس تعداد بسیار زیادی از مردم آلمان اگه فکر کنم فکر کنم 80 درصد یادم نیست حالا اه... فکر کنم 80 درصد بود حالا ممکنه این اشتباه باشه ولی زمان اه... زمانی که جنگ ب... زمان جنگ جهانی دوم 80 درصد مردم آلمان فکر کنم طرفدار چیز بودن نازیا بودن و خودشون هم نازی حساب میکردن خب شما فکر میکنین که اگه کسایی رو که مثلا تو دادگاه نورنبرگ مثلا مجرم حساب کردن و اینا رو دال... و یا حبس کردن یا ادامشون کردن شما فکر میکنین که 80 درصد بقیه هشت... مردم آلمان یعنی تمام کسایی که مثلا به خاطر جرمایی که آلمان نازی داشت انجام میداد سکوت کردن یا تایید کردن ام... یا اینکه هیچ واکنش نشون ندادن شما فکر میکنید تمام این 80 درصد در مردم آلمان به همون اندازه کسایی که تو حکومت بودن به همون اندازه مجرم بودن اونا باید همه اینا باید دادگاهی میشدن 80 درصد در مردم آلمان باید میرفتن یا اعدام میشدن یا میرفتن زندان ابد به همون اندوزه ام... نه فکر میکنم خب آخه مثالت یه جور خیلی فرق داره ببین 1400 سال یه دین که از شروعش با خون خونریزی و خشونت بوده با یه مثالی که حالا قدمتش چقدر دیویس سال 100 سال نمیدونم یه مقدار فیلم کنم مشکل داره ببعد. بعد یه چیز دیگه که هست ام ام این تو پوست و استخونه ما رفته این قضیه خشونت و توهین و مثال تو من دوست ندارم حالا اون روزم شما مثال زدید استفاده کردید من فکر که کنم مثال خوبی باشه شاید مثلا مسیحیت و مثال بزنید بهتر باشه قرون وستا یا این دوره یه چیزی که دقیقا شبیه خود دین عمل کرده باشه <applause> این این تنی... به عذاب وجدان یه عذاب وجدان دست جمعی یا حالا میدونید این این نسل خیلی از نسل ها رو این اسلام سوزونده و میسوزونه ولی حالا این اتفاقی که بین این جماعت طرفدار آلمانی افتاده اه اینا شاید چند نسل بعد از رو. یعنی متوقف میشه این علاقه به این باور و این اعتقاد ولی اسلام فکر نمی کنم حالا حالا ها یقه ماها رو ول کنه از بابت اینکه زندگی خوب. سالم بتونیم داشته باشیم خب این نکته که به نفع یعنی من, من میشه من دوست مثلا من اول. چی خب این نکته که شاکری به نفع من میشه اتفاقا به خاطر اینکه اینکه دین یه دین انقدر رواج داره که انقدر مثلا ما باش به دنیا میایم. از بچگی شستشوی مغزیمون میدن یعنی اینکه بهش اعتقاد داری اتفاقا کمتر مقصری نسبت به یک عقاید مثلا نازی که به دنیا اومدین تمام مردم آدمان موقعی که به دنیا اومدن این چیزی نبود که وجود داشت یعنی همه اینا به طور وقتی که بزرگ شده بودن دیگه بچه نبودن یعنی مغزشون هم دیگه روش کرده بود اینو قبول کردن یعنی یه چیزی بود که از بچگی شستشو مغزشون نداده بودن یه چیزی نبود که همه همه که همه دنیا به تعداد زیادی قبول داشتن ولی با, این, خب با با این حالم نه من خب من نه, نه من میگم من تازه یعنی این نکته که اشاره کرد نه من میگم این نکته که تازه اشاره کردی نشون میده که تازه مسلمان ها ممکنه کمتر هم مقصر باشن نسبت به آلمانیا که یک چیز جدید و که یه دفعه ببار... بدین که بچه باشن قبول کردن مسلمان ها ممکنه کمتر مقصر باشه بذار پای استرس هم الان بهت امتیاز دارم میگم بذار پای استرس هم بهت امتیاز دارم نمیخواستم حالا یه چیز دیگه هم میخواستم بگم اگه اشکالی نداره در مورد تعریف توهین توهین تعریفش میشه حالا خار و پس چه مردن سوست کردن یعنی یه جورایی تغییر توهین حالا من ناسزا که نیست دشمن دش... دشمن دشنام نیست ولی خود توهین معنیش میشه خار و خفیف کردن ضعیف شمردن و خب این نقد تعریف نقد میشه ظاهر ساختن عیوب از محاسن حالا اون کلام یا حالا هر چیزی که هست میخواستم بگم که نه توهین فکر میکنم مشکل داشته باشه نه نقد مشکل داشته باشه به خاطر اینکه توی توهین توی تک تک توی تک تک آیه های قرآن داره اتفاق میافته توی خود حالا دین اسلام توهین دو ثانیه یه بار داره علیه زن و مرد حالا بیشتر علیه زن داره اتفاق میافته فکر میکنم این که مثلا حالا نقدی بشه یا توهینی اتفاق بیفته اه، واقعا اه، یعنی نقد که خب میشه همون فقط ما بیان میکنیم اون چیزایی که مشکلاتی که خود قرآن داره رو و خب توهینم فکر میکنم یه چیزیه که خود اسلام اولین کسیه که داره این کارو میکنه با هر انسان یعنی به هم انسانیت هم به انسان و خب خواستم این دوتا رو هم بگم که توی یک گفتاورده هفته پیش زیاد بهشون دقت نکردید توهین چیز بدی نیست توهین توهین فقط اون احساسیه که اون آدم میکنه احساس میکنه که داره خار و خفیف میشه در صورتی که ما فقط همون اه، اه، گفته های خود قرآن وقتی میاریم بالا اون احساس اون شخصه و م... <applause> تو قرآن جایی نیست که این توهین رو نکرده باشه چه به کافر چه به خود مسلمان من کاملا باید موافقم اینجا فقط یه چیزی من فکر میکنم قرآن حتی اگه توهین هم خودش نمیکرد بازم توهین اشکال نداشت میگیم بازم چه یعنی خیلی از ماها میگیم که خب نه ما من با... مواجهه با مسلمان میگم اینو اه, 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 اه. اره ولی اه. خب تو... به نظر من توهین رو ببین مثلا فرض کنیم که باش حالا من قبول قبول دارم اینو کاملا اسلام خودش یک دینیه که اصلا از اکثر هر سوره از قرآن من خیلی کدوم سوره های قرآن هست که مثلا به کافر تو روحین توش نباشه اگ... یعنی اصلا بیشترین کلمه ای که من توی قرآن میبینم استفاده میشه نمیدونم بیشترین کلمه باشه یا نباشه ولی کافر و بلایی که قرار خدا سرشون بیاره یا, ما... یا مسلمان رو سرشون بیارن اینقدر انقدر تکرار شده تو قرآن که اصلا حتی اگه کسی که دوست داشته باشه بله سر یه چیزی بله ما سرش بیاره واقعا باید سر بره یعنی واقعا اصلا بیشتر از هر چیزی این تو قرآن فکر کنم تکرار شده که ما چقدر بدبخ میشیم و چقدر پدرمون قرار در بیارن اصلا ما کم دو... انسان حالا چه عقل انسان چه خود انسان کم دونستنش خار و خفیف کردنش همینا توحیمه دیگه درسته نه ام. یعنی توهینی که به توهینی که به کافرات توی قرآن میشه ام. هیچ وقت ما من حداقل کمه کسایی که تو گروه ما هستن ما به, به مسلمان ها نمی کنیم این چه یعنی ما اگه کتاب می و درباره مسلمان ها جوری صحبت می کردیم, اه, که قرآن درباره کافرا صحبت می‌کنه این, این کتاب حتی تو, تو آزادترین کشور ها هم غیرقانونی قانونی می شد چه ام، و ولی خیلی جالبه که قرآن مثلا آزاده انجیل آزاده در صورتی که انقدر یک چیزایی توش در برای کافران نوشته شده ولی خب ولی من موزم موز، که من میخواستم اشاره کنم اینه فرض کنیم که قرآن یک کتابی بود که هیچ توهینی به کافران توش نشده بود و هیچ خشونت علیه هیچ کسی توش تو، تشویق یا توجیه نشده بود نمیدونم چه فرض کنیم که قرآنی کتاب دیگه بود خب هیچ مشکلی نداشت خب و تو و این قرآن یه کسی بیاد بهش توهین بکنه و جامعه واکنش نشون بده که بگه که این توهین نباید بشه و ما باید جلو این توهین رو بگیریم یا باید غیر قانونیش کنیم یا باید این شخص رو یه جوری بترسونیم یا یه کاری بکنیم که این توهین ها دیگه نشه یه هزینه بسیار زیادی داشته باشه برای کسایی که مثلا میخوان به قرآن توهین کنن تو اون شرایط حتی اگه قرآن هیچ بدی در برای تو... کافرا یا هیچ گروه دیگه نگفته باشه و هیچ خشونتی هم توش نباشه تو اون شرایط ما میکنم من فکر می‌کنم وظیفه‌مون اینه وظیفه کسایی مثل ما اینه که به قرآن بریم توهین بکنیم حتی اگه قرآن توش توهینی به کسی توش نباشه به اینکه دلیلی که ما توهین میکنیم برای جلوگیری از ام... حمله به آزادی بیانه متوجه می؟ میشه بله یعنی می کاربورد بله, بله. آره. yani داره توهین درسته من خیلی صحبت هم طولانی شد فقط میخواستم بگم که اگر بقیه نمیتونن از تجربه شخصی استفاده کنن حالا نسبت به اون زندگی که توی ایران داشتن نسبت به آدمایی که باش برخورد داشتن خب شما هم نمیتونید نسبت به زمانی که زمانی که مسلمون بودید از و چه طرز تفکری داشتید استفاده کنید از تجربه شخصیتون و اینو بست بدید به بقیه ها که مسلمونا هم تا همون اندازه انسانگرا هستن و متوجه نشدی دارم چی میگم نیلو فرق. متوجه نه نه. نشدی ببین ببین گوری زدم به همون اول حرفا <تصفح> من نمیدونم چرا بذار اینو یه جوری ساده تر توضیح بدم خب یه چیزی ببین مثلا فرض کنیم بگیم که ببین من یه نفر بیاد بگه که اکثر قاز قاز درست خب اکثر قازا سفیده خب من اگه بگم نه اینو قبول ندارم باید برم آمار نشون بدم که اکثر قازا سفید نیستن خب ولی اگه یه نفر ب... یعنی من نشون بدم که بعضی از قازا سیاه هستند ولی خب درصد بالایشون هم سیاه هست خب ولی یه نفر اگه برای, برای برای هم چیزی آمار لازم دارم ولی یه نفر بیاد بگه که نه آرمین همه قاضا سفیدن نمیگه اکثر قاضا سفیدن میگه همه قاضا سفیدن خب من این در این شرایط اگه تجربه شخصی اگه داشته باشم که یک یک دونه یک دونه سیاه دیده باشم این تجربه شخصی من کافیه که بتونم بگم این حرف این شخص اشتباهه برای همین تو وقتی یه نفر کلی صحبت میکنه تجربه شخصی اون موقع کافیه برای اینکه من فقط یک مثال برای رد یک حرف کلی لازم دارم فرقش رو می‌بینین اینو بله بله درست خب okay. اوکی من ب... بریم تجربه یه چیز دیگه بگم وقتی ما آمار نداریم تجربه شخصی اون موقع ارزش داره برای اینکه دیگه اطلاعات دیگه نداریم ولی اون موقع تجربه خب، شخصی رو جد... می‌تونیم ولی از... با شک بالاتر ایران آماری که از ایران در میاد همه میدونن پشتش روب و وحشت و ترس و نگرانیه شما این آمار رو قبول میکنید ولی تجربه شخصی بعد دوستایی که اومدن بالا رو قبول نمیکنید اینکه اطرافشون خب حت... آمار ب... با... آمارو... آمارو... جامعه آمار تو این شرایط با شک بالاتری قبول میکنم ولی هنوزم اون آمار از تجربه شخصی بهتر به, به خوبیه مثلا آمار مثلا از یک کشوری مثل آمریکا یا انگلستان نیست قبول دارم معیار خطاش بیشتره بسیار بیشتره ولی خطای تجربه شخصی بسیار بالاست بسیار خب بلاتر یه نکته دیگه هم که هست اینکه که شما مسئولیت یه مسلمون رو نمیتونید این مسلمون اول یه انسان انسانگرا در نظر بگیرید اول یه مسلمون شاید خب خودش رو بنده خدا تعریف کنه بعد بعد نه یه انسان من... اینو هم اینو هم من... نگی که همه یه مسلمونا بگید یه تعدادیشون ببخشید من کی گفتم هم... من اصلا مخالفه داری... من من هیچ وقت نگفتم همه مسلمونا ام... همه مسلمان خوبن من همچنین من هیش... من اصلا اکسر... مخالف کلی صحبت کردم من مخالف کلی صحبت کردم من هیچ وقت نگفتم همه مسلمان خوبن خب اکثریتشون رو میگید یعنی مثلا مم. مثال میزن میپرسید میگه خب توی خانواده شما الان توی گفت آورده درست پیش شما داشتین در مده خانواده حالا یک هر کدوم از افرادی که توی لایف چت هستن میپرسیدین یعنی شما مس... مسلمونی یعنی توی خانواده تو مسلمون ندارید خب من اگر بخوام از سمت خودم بگم خب من میتونم بگم که پدرم من میتونه یه داعشی باشه هیچ فرق نمیتونه با اون داشته باشه حالا توضیحاتو بیشتر نمیدم خب آره خب پدر شما فرق داره با پدر من ولی نیل فر... من داشتم جواب من, دا من, وقتی که اینو گفتم در جواب به این ادعا بود که همه مسلمان ها خطر را کرد. همه مسلمان ها مثل دایشی ها هستن خب من ادعا نکردم که اکثر مسلمان ها یا همه مسلمان ها خوب هستن. من داشتم واکنش نشون میدادم به یه نفر که میگفت همه مسلمان ها با دایشی مثلا این گناهشون هیچ گناه این به ما... مقصر هیچ فرقی نداره در واکنش به اون من حتی اون موقع نگفتم اکثر مسلمان خوبه من در واکنش به اون گفتم نه این ادعای شما غلطه برای... برای... برای رد کردن اون ادعا یک مثال بیشتر لازم نداشته بله مرس. و اینکه مثلا یه چیز دیگه یه چیز دیگه دوست... بلی... بگو, بگو. ولی فکر میکنم الان رابین منتظر باشه من زیاد وقت بچهوارم گرفتم انشالله یه دفعه خب دیگه حفظه. من ر... تو... نه باش چون که امروز نه من خیلی هستن تو لایف شد ولی خیلی فقط رابین منتظره من رو میارم آف. بالا ولی تو بالا باش که بعد از رابین تو رو دوباره نکته های دیگه که میخوای بیاری رو اشاره کنی رو بعد از رابین دوباره میارم بالا باشه مرس, مرس. باشه